مبعوث اسبر خدای خدایان، توییتی دیدم از یکی از طرفداران محترم خانم مسیح علی نژاد که نوشته بود: مسیح عزیزم، با حرفات موافق هستم و حمایتت می کنم. به جز اون بخش از حرفاتی که گفتی نوع حکومت رو به رأی بذاریم. هیچ گونه مقام مادام العمر و موروثی، پادشاهی یا رهبری نباید به رأی گذاشته بشه، چون نقض فاحش دموکراسیه. ما این حق رو نداریم برای نسل‌های آینده تصمیم بگیریم. خب من به نظرم رسید که باید این موضوع روشن بشه که آیا واقعا مقام مادام العمر و موروثی واقعا نقض دموکراسی هست یا نیست و راه حلش چیه؟ خب این دوست عزیز مستقیم به پادشاهی و رهبری اشاره کردند. طبق معمول اول اجازه بدید به دومی بپردازیم. لابد منظورشون از رهبری همین رهبری این رژیم هست دیگه. او الان من میخوام به جای ارزشی ها از این رژیم کوفتی دفاع کنم. برانداز محترم، کی گفته رهبری در این رژیم مادام العمر یا موروثی هست؟ در کدوم قانون این رژیم کوفتی چنین چیزی اومده؟ در قوانین این رژیم آیا شما نقض دموکراسی میبینید؟ ابداً. رهبری در این رژیم کوفتی کاملا مطابق با اصول دموکراسی هست، نه مادام العمر و نه موروثی. یک مجلس مفتخور که به رأی مردم انتخاب میشه یک رهبر ناجور تعیین میکنه و مثلا بر اون هم نظارت میکنه. این کاملا دموکراتیکه. حالا اگه خروجی این روش کاملا دموکراتیک و مدرن استقرار یک دیکتاتوری مادام العمر هست و مثلا بعدش هم گلپسرش قرار دیکتاتور مادام العمر بعدی باشه، که این آرزو رو به گور ببری ایشالله، این دیگه بحث دیگه ای هست. شما الکی نمیتونید بگید در این رژیم رهبری مادام العمر یا موروثی خیر، بلکه کاملا دموکراتیک هست، همونیه که شما میخواید. میبینید که صرف رعایت قوانین دموکراتیک نمیتونه جلوی یک دیکتاتوری تمام عیار رو بگیره. پس شما یه دموکراسی خواه با این رژیم دیکتاتوری کوفتی مشکل ندارید، بلکه با نظام پادشاهی مشکل دارید، درسته؟ چون در پادشاهی معمولا مقام شاه هم مادام العمر و هم موروثی. پس بریم سراغ مورد اول. خب وقتی میگید هیچ گونه مقام مادام العمر و موروثی نباید به رأی گذاشته بشه، به عبارت دیگه دارید میگید که مردم حق ندارند که نظام پادشاهی انتخاب کنند، درسته؟ چون معتقدید در نظام پادشاهی مقام شاه یک مقام مادام العمر و جانشین اون هم با رأی مردم انتخاب نمیشه و اینها رو خلاف دموکراسی میدونید. اما آیا این که مردم حتی اگه بخوان حق ندارند که نظام پادشاهی رو انتخاب کنند، آیا این نظر شما دموکراسیه؟ نه، واقعا این دموکراسیه. اگه اینجوریه که دیگه انتخابات میخواین چیکار؟ یهو بگید نظام جمهوری دموکراتیک، نه یک کلمه کمتر نه یک کلمه بیشتر، همینه دیگه. غیر از اینو که دموکراسی نمیدونید. شما که اجازه نمیدید مردم انتخاب کنند که پادشاهی باشه یا جمهوری؟ خب دیگه رأی گیری برای چیه؟ بعد آیا مثلا کشور انگلیس، سوئد، هلند، دانمارک، استرالیا، نیوزلند، کانادا و و و و اینها هیچ کدوم دموکراتیک نیستند از نظر شما؟ خب چون اینها همشون شاه دارند دیگه، شاه مادام العمر دارند. یعنی شما دموکراسی در حد این کشورهای غربی رو قبول ندارید؟ یه چیز همچین دموکراتیک خالص میخواید؟ آره؟ خب حالا مثلا کشوری مثل امریکا چی؟ اون که دیگه شاه نداره. آیا دست کم اون رو به عنوان دموکراتیک خالص قبول دارید؟ خب در امریکا بالاترین جایگاه قضایی امریکا، حتی بالاتر از دادگاه‌های ایالتی، دیوان عالی ایالات متحده امریکا هست. 9 تا قاضی هستند که رأی نهایی رو در امریکا صادر می کنند. هیچ حکم قضایی بالاتر از حکم اونها نیست.
این قضات به رأی مردم انتخاب نمیشن. خاطر خدا اینم شد دموکراسی؟ و طبق قانون رئیس جمهور اون قضات رو تعیین میکنه و از اون بدتر این که اونها در این مقام قضاوت خودشون مادام العمر هستند طبق قانون امریکا. یعنی مثلا یکیشون روزهای آخر ریاست جمهوری ترامپ به رحمت ایزدی فوت کرد، ترامپ یک قاضی رو که به جمهوری خان گرایش داشت رو به جای او منصوب کرد. دیگه بایدن که اومد نمیتونه اون رو عوض کنه. مقام مادام العمره، اینم دموکراسی مدل امریکا؟ قابل تحمل نیست. نه، شما میتونید این نقض فاحش دموکراسی رو تحمل کنید؟ به جون خودم، دموکراتیک ترین نظامی که مطابق با معیارهای شما 57 هاست همین رژیم کوفتیه دیگه. برای چی پس باهاش مخالفت میکنید؟ واقعیت اینه که دموکراسی وسیله‌ای هست برای رسیدن به آزادی، امنیت، ثبات، پیشرفت و چیزای خوب دیگه. وقتی قانونگذاران امریکا تشخیص میدن که مثلا مقام عالی قضایی نمیتونه به انتخاب مردم صورت بگیره، چه قضات دادگاه های فدرال و چه قضات دیوان عالی کشور، خب برخلاف قواعد دموکراتیک اونها انتخاب قضات رو به رأی مردم نمیگذارند. و وقتی میبینن که تغییرات دوره‌ای و مثلا جابجایی هر 4 سال یک بار قضات میتونه به عدالت و قضاوت کشور آسیب بزنه، در اون صورت قانونگذاران امریکا برخلاف قواعد دموکراتیک مقام قاضی رو هم مادام العمر تعیین میکنند. بعد یه عده کاتولیک‌تر از پاپ پیدا میشن میگن هیچ گونه مقامی نباید مادام العمر باشه، باید همش به رأی مردم باشه. خیر، اون دموکراسی خالصی که شما میخواید کار نمیکنه. مملکت رو به آزادی و امنیت و ثبات و پیشرفت نمیرسونه. خیر، باید از تجربیات کشورهای غربی استفاده کنیم. در کشوری که 10 قرن نظام پادشاهی داشته، حالا بماند از این سالهایی که جمهوری بوده و جز به سیاه‌ترین سالهای عمر تاریخ ایرانه، در چنین کشوری یک پادشاهی مشروطه، مادام العمر و حتی موروثی اگه به انتخاب و خواست اکثریت مردم باشه و اگه در قانون اساسی شرایط عادلانه برای به رفراندوم کشوندن نوع حکومت فراهم باشه، این هیچ منافاتی با قواعد دموکراتیک نداره. آقای کیایی عزیز هم در بند اول اون منشور مهسا اشاره کرده بودند و می گفتند که این غیر دموکراتیکه، چون حق انتخاب نظام پادشاهی رو از مردم می گیره. اما به هر حال مردم در دموکراسی باید حق انتخاب نظام پادشاهی رو داشته باشند. اینم اضافه کنم که اینجوری ما برای نسلهای آینده هم تصمیم نگرفته ایم. خیر، نسل‌های آینده اگه دلشون خواست میتونن با رأی به احزاب مورد نظرشون نوع حکومت رو با یک رفراندوم تغییر بدن اگر در اکثریت باشند. اما قبلا گفتم که در استرالیا و نیوزلند هر کدوم جداگانه در چندین سال پیش احزاب این کشورها نوع حکومتشون رو که پادشاهی پارلمانی هست اون رو به رفراندوم کشوندند، به این عنوان که آخه ما کشور مستقلی هستیم، چرا باید ولو به شکل نمادین تحت حاکمیت شاه انگلیس باشیم؟ خواستن این نوع حکومت رو به جمهوری تغییر بدن. خب اکثر مردم رأی منفی دادند، نخواستند که شکل حکومتشون تغییر کنه. همون سبک پادشاهی رو که از اول داشتند همون رو دوست داشتند. دموکراسی اینه که رأی مردم مهم باشه، نه اینکه بگیم هیچ گونه مقام مادام العمر و موروثی نباید به رأی گذاشته بشه. خیر، این که دیگه دموکراسی نمیشه. بدرود دوستان.